عزیز، بندی امیر آمدیم، به یک هتل خیلی جالب سر خوردیم که نامش از هتل شرشری بندی امیر. همون قسمی که در تصویر شما خواهید دید خیلی یک جای جالب و زیبا هست، جایی هست که آدم احساس میکنه که آثار باستانی است، که فکر کنم همچون چیزی هم هست. اگر میریم داخل از این هتل و میبینیم که وضعیت از چه قرار است. یه همونتون وقتی که از پایین نگاه میکنیم اینجا فقط یک دو تا چوکی معلوم میشه، میز معلوم میشه، کد معلوم میشه که نفرا شیشتگی است، دیگه چیز معلوم نمیشه. اما وقتی که بالا میایی که نه، واقعا در داخل از مغاره یک عتیقه هست، خیلی یک اتاق پر جمع جوش و بسیار زیبا معلوم میشه. ما شما میریم در داخل این اتاق ببینیم که اینجا چی رقم است. به 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 به، چقدر زیبا، چقدر قشنگ. دوستان عزیز، از بیرون که نگاه کنی فکر میکنی که والا فقط یک دو تا کد ماندگی است و چوکی ماندگی است، بس خلاص دیگه چیز نیست. اما وقتی که میای داخل مغاره را سعی میکنی با یک دکوریشن، با یک دیزاین خیلی قشنگ اجرا جور کردن، گچ و خاک کردن، خشت هم کار کرده دای بالاهایش. دیگه همونطور پیش میریم، یک دروازه هم در این طرف هست که ایرم گفتن که انباری است، و این قسمت هم فرشایش اگر شما توجه کنین خیلی فرشای جالب هست، مخصوصا نماد یک فرش هزارگی است که مردم هزاره از استفاده میکنه و بسیار خوب است برای کسایی که مخصوصا کمردردی و دیسک کمر داره، برای او مردم ها خیلی مفید هست. همیشه کوشش کنین از نماد استفاده کنین، سر نماد خواه شوین، از توشک های اسفنجی و از این توشک ها برای کسایی که مریض هست استفاده نشه. نماد که است بهترین چیز هست برای کسایی که دیسک کمر داره و مریض هست. خب دوستای عزیز، ای بود گزارش ما از هتل زیبا قشنگ و دیدنی آبشار بندی امیر. و کسایی که هنوز در بندی امیر نامدین یا قرار است که شما بیاین در بندی امیر، حتما از این هتل دیدن بکنین و چای هتل بخورین، نان هتل بخورین. ما هم اینه بخیر گفتیم که یک چای بیاره برای ما، میشینیم و چای میخوریم و با مدیر هتل هم صحبت های خواهیم داشت. دوست عزیز تا وقت ما را دنبال کنید. انجینر صاحب، انشالله که چکرای امروز چطور بود؟ خوبش بود؟ نبود؟ از دیدن بندی امیر لذت بردی؟ اصلا کلن بگو که چی رقم بود امروز؟ بسیار خوش گذاشت. ای میموری که از همراه میمونه، خامش همراه میمونه. انشالله وقت شوه که فامیل ما میجا بیارم، بسیار شاید وقت ما خوش بگذاره. و از خود شکر میکشم که خیز کردم دعاو، بخاطر اگه خانه میرفتم باز یک خیز نمیزدیم دعاو، شاید کمه که هر وقتی که بندی امیر بنده میره میدیدی باز میگوتی والا کاش که یک خیز میزدم داخل اولی. خوب شد که خیز زدم. آه، بگفته ما یک دو شیرجه زدن داخل دری میاوی بندی امیر. به عنوان یک گردشگر خودت چی چیز رنجا دیدی که ناقص بودن؟ یعنی چی چیزی باید اینجا میبود که نیست؟ به نظرت هم چیزی مثل وطل، مثل جای چیز یا تشنابی یا بالاخره یک چیزی که در اینجا مردم ضرورت داره اما او نیست، همچون چیز احساس کردی؟ چند پوینت احساس کردم. پوینت اولی بود که دقیقه جای مقبول باست یک دونه اشغال نباشه. مگر میدیدی که کن جنسنگ از داو یا اگان پاکت چپسی که پا ای اصلا من احساس میکنم که ما افغانا اینمی فرهنگ خدا باید تغییر بتیم. بله. بخاطر مملکت مقبول ما را گنده دور داره. بله. سر از این ما باید بسیار کار کنیم. کار آسان هم است. سخت نیست. هم باید که هر چیزی هست نگاه کنم باید یک چند دقیقه پیشتر برو یک چیز جای پیدا میشه. آه یک سطل اشغالی پیدا میشه یک چیزی. آه ننداز در جای اقا مقبول. دیگه آدم خانه خود که پاک نگاه میکنه، در خانه خود که میشینی خلاص میکنی اینا نه در وی پولیت خود نمندازی. دقیقاً میری... جمعش میکنی. آه میری اجای پیدا میکنیم اندازی. بله. در افغانستان هم خانه ماسته. ما باید همون رقم نگاهش کنیم. نگاهش کنیم ساعت بیست. دیگه ای پوینت اول بود. پوینت دومی که
راستی مقبول جای بود، تشناباخ و باید از شانه خوبتر جور شوه، وسایل از ذره خوبتر باشه، از نگاه هتل هم کمتر است ایجا، خب شاید بخاطر مردم کمتر میان کافت قناه باشه به او خاطر. خوبیش اینجاست که خانواده ها هم اینجا بسیار راحت میتونه بیایه. بعضی پارک ها هست که خانواده ها راحت نیستن، مگم در بند امیر که بیاین کتی خانواده تان بیاین مسئول است، امن است، کسی کار نداره شما را دیگه. شکر الحمدلله بسیار خوب است. دوستای عزیز در کنار مدیر هتل آبشار بند امیر هستیم، میخواییم یک دو کلمه کسی صحبت کنیم. اول خود برای دوستای ما یک معرفی کنین، نامتان از کجا هست، از کجا هستین، چقدر مدت میشه هتل گرفتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت بیننده های چینل آواز افغانستان. سلامت باشید. نام ما است داود، تخلص ما است الطاف. در این هتل هستم، کارمند مسئول کار مزمی هتل هستیم. بله. نگه این هتل هم به مدت یک و نیم ماه میشه که ما گرفتیم. میخوایم روی ازی کار بکنیم دیگه، یک چیزی بسیار یک دیزاین هزارگی بسیار جای قشنگ جور بکنیم. حالا شما دیدین یک جای بسیار دیدنی است، تاریخی است، جای رومانتیک است. بله دوستان عزیز، همون قسمی که گفتن یا و ما در اول هم گفتم خیلی یک جای زیبا هست که ما شما در تصویر هم دیدیم. خب چطور است کاروبار شما در این مدتی که شما در اینجا این هتل گرفتین؟ آیا خوب است یا نیست کاروبار؟ ها کاروبار خوب است، خوب است کاروبار، ولی فعلا خوب است دیگه. تا هنوز یک ذره بند امیر سرد است دیگه، انشالله که کاروبار خوب شد دیگه. هنوز همی فصلی چیز نرسیده، نه فصلی مهمان آمدنی بند امیر که مردم ها در گرمی ها باز میانی؟ آه بله بله، انشالله که گرم شد دیگه. تا هنوز ما کار از هتل اونطور ما کاملا هم تکمیل نکردیم، در حال کار هم هستم، آماده مهمان، حضوره مهمان هم هستیم. برای مهمان هر نوع غذا آماده میکنیم، هر مدل غذای بخواه برش آماده میکنیم، جای هست. شما بیشتر مشتری هایی که اینجا میایه از شما چی غذاهایی رو درخواست میکنه؟ و بیشتر مهمان هایی که میایه مثلا از ولایت ها میایه، از بیرون کشور میره، غذاهایی مثل قابلی، کباب دیگه، همچین چیزهای غذاهای محلی هم درخواست میکنه. از غذای محلی گفتی، یعنی غذای محلی مشهور بامیان مخصوصا ساحه بند امیر چی است؟ مثلا قیماق وطنی، خب شیر وطنی، مثلا دیگه به گفته خود ما غذای محلی مثل قروتی و لیتی جواری میکنین؟ لیتی مهمان بخوای آم میکنین بچه. والا آفرین دوست عزیز، اگر شما لیتی جواری هم خواستین در هتل آبشار بند امیر بیاین، برتان لیتی جواری هم جور میکنه او قروتی هم جور میکنه دیگه. چی چیز هست مثل ما مردم دادای کن دیگه، از مردم های ما نان روغو میگه دیگه، نان روغو هم جور میکنه. وقت مشتری بخوای جور میکنه برشا، یه نه مخصوصا دادای کن دیوالا باز یک وقتی نگین که همی نان روغو و قروتی و لیتی جواری تنها ما مردم جور میکنه. یه نه مردم بامیان و بند امیر هتل آبشار هم که بیای اینجا بر شما فهمیدی چیز پیدا میشه، لیتی جواری هم پیدا میشه دیگه، قروتی هم پیدا میشه، نان روغو هم پیدا میشه. بسیار خوب. اینجا ما که میبینم یک ذره اتاقا که تان یک ذره کم هست، اینی جایای تان کم هست، شما پلانی برای ساخت ساز از این هتل دارین یا نه؟ بله بله بله، پلانی بسیار کلان داریم برای هتل، اتاقهای بسیار مجهز زیاد جور میکنیم، به میزودی ها انشالله تکمیل میشه دیگه. بسیار خوب. یعنی چقدر شما میخواین که اتاق جور کنین؟ چند تا اتاق میخواین یا از این میزا و چپرکتا میخواین جور کنین؟ چه رقم از صاحب اتاقای شما در اطراف از اینجا؟ خو یک دونه غار است، شما میخواین در غار درست کنین اتاق را یا نه که میخواین در بیرون از غار جور کنین اتاقای تانه؟ برای فعلا برای امسال، برای امسال خو میخواین اتاقای مثلا اتاقای برای نشیمن شب، اتاق تعداد دادان اتاق در بیرون جور کنیم، نزدیک هم این غار دیگه، پیش از این غار اطرافش سوم دیگه. دیگه یه رقمی که تخت هم جور میکنیم دیگه، خیمه هم جور میکنیم دیگه، چیزی که مشتری بخواه برش دیگه عرضه میکنیم. بسیار خوب. اما خوبترین جای بند امیر در کدام قسمت است؟ امی قسمتی که شما هتل جور کردین و امی بندی که پیش روی شما است، امی خوبترین جای است یا نه که باز از این کدام خوبش هست که ما هنوز خبر نداریم؟ حالا بهترین جای نمیست، اول ترکی
در این بند نزدیک ساحه قایق سواری هست، زیارت هست و همسان در مرد میکنیم شما بگفتی اونها چشمه شفا هست. چشمه شفا از آره چشمه شفا را ما پیشتر دیدیم و چیز هست ما کرسی دیدیم اینجا هست پیدا ندانستیم هست پیدا هست یعنی امروز نام دیم هست پس امروز سرد هست دیگه دیگه بهترین جا خلاصه نمی ساحه هست دیگه ما هم مدیم این اوتل باختری ساحهش هست بهترین جا هست این اوتل کسی رستمان کس برای زیارت نزدیک هست برای جه به استرا مو بند نزدیک است صاحب قایق سواری برای چشمه شفا نزدیک است میتونن جی میمونا به وسایلشون بمونا بره چکر خود بزنه باز بیای جی برگشت خیر ببینی برادر جور باشی که وقت در اختیار ما قرار دادی اگر کدام گفتنی برای کسایی که اینجا در سیاحت میای گفتنی داشته باشی پیام داشته باشی ما یک در خدمت است گفتنی ما برای کسایی که به سیاحت میای امی است که کسایی که مثلا برای بازی میای و بازی بلد نیست و بازی نکنه آره اگر هم قایق سوار میشه و بازیمونو بعد واسکتی نجات بگیره متوجه است انجینر سیف خودی دو بازی کردی واسکتی نجات نداشتی دیگه کسایی که اینجا میه باید ساحه پارک مثلا پیاده روی را موتورسیکل نبیاره موتور نبیاره جنگلاش خراب نکنه آشغال نپرته آشغال داخل آب نپرته باید محیط زیست مراعات بکنه حفظ محیط زیست بسیار خوب است. بله بله. این نمیقدر گفتنی مو. بخیر باشی، سلامت باشی، تشکر. خب دوستان عزیز، ای بود برنامه ما از هتل آبشار بندی امیر. همون قسمی که دوست ما گفتن در قسمت حفظ محیط زیست به خاطر نگهداری پارک ملی بندی امیر شما کسایی که میایین لطفاً سطلای اشغال در هر گوشه هست. نوشیدنی میخورین، غذاهایتان میخورین، هر چی که دارین اشغالیتان داخل سطل اشغال اندازین. ما خیلی جای را دیدیم که اشغالی را سرسرک انداختن، داخل سبزه انداختن، داخل هوا انداختن، خیلی خراب کردن. سلامت باشین، وقت شما خوش، خدا نگهدار.